سلام، من حسینم. امروز میخوام یه لباسی رو بپوشم که اگه موقع کار نباشم این شکلی میشم. میدونین چه لباسیه؟ درسته، لباس زنبوردار. زنبوردارا از زنبورا اصل مراقبت میکنن و حسابی حواسشون به اونا هست تا بتونن اصل خوشمزه رو قوی درست کنن. صدای چیه؟ شما هم میشنوین؟ آره خوش، این صدای زنبوره. میخوام بهتون نشون بدم که این زنبور چجور اثر درست میکنه. وای چه سرعتی، وای سو منم بیام. زنبورا شهد گلا رو با زبون درازشون که مثل خورتون میمونه میخورن. اونا واسه تولید یک کیلو عسل بعد چند بار روی گلها بشینن و کلی شهد جمع کنن. این زنبورایی که شهد رو جمع میکنن زنبورای کارگرن. اونا واقعا سخت کوشن و خیلی کار میکنن. این جوای چوبی خونه زنبوراست، بهش کندو میگن. یه عالمه زنبور توی یه کندو زندگی میکنه، شاید هزار تا، شاید هم بیشتر. البته که این کندوها رو ما آدم ها بسشون میسازیم. زنبوره که با اینکه 5 تا چش دارن باید عینکی میشدن چون چششون خیلی ضعیفه. اونا دوروبرشون رو اینطوری میبینن، اما خب هیچ وقت خونهشون گم نمیکنن. حالا منم میخوام با این زنبوره برم تو کندو. وای چقدر اینجا بزرگ و خوشگله. زنبورا دست جمعی زندگی میکنن، همه به هم کمک میکنن تا عسل رو بسه ما درست کنن. البته بسه خودشون هم میذارن. زنبور کارگر شهد رو توی معدهش نگه میداره و اونو تبدیل به عسل میکنه. معده زنبورا یه ماده ای داره که شهد رو شیرین میکنه. وقتی شهد تو معدهشون میمونه با اون ماده مخلوط میشه. آره خیلی باحاله. عسلی که تو معده زنبور غلیظ شد وارد این سلولا میشه. این خونه های کوچیکه که تو کندو ساختن. کار زنبورا اینجا تموم نمیشه، هنوز کلی مونده. اونا شروع میکنن به بال زدن تو سلولایی که توشون عسله. بال زدن زنبورا آب اضافی عسل رو خوش میکنه و روشو با چیک اسمش هست موم میپوشونن. این طور که طول میکشه. بزن کمکتون کنم. خب اینطوری بهتر شد. اما یه زنبور نمیتونه عسل کامل شیرین رو غلیظ کنه. برای اینکه خوشمزه تر بشه از همکاراش کمک میگیره، عسل رو به زنبورهای دیگه میده تا تو معده‌شون نگه دارن. خونه دو تا معده دارن. این کار رو انقدر تکرار میکنن تا عسل حسابی غلیظ و چسبناک بشه. اینا زنبورهای نگهبان که اجازه ورود کندو رو نمیدن، حتی نمیدن که به ملکه نزدیک بشه. اما به من مجوز ورود دادن، این یعنی این که من میتونم وارد شم. وای ببین این چقدر بزرگه. اون ملکه زنبوراست. میدونین توی هر کندو فقط یه دونه ملک هست؟ ملکه هر روز یه عالمه تخم میذاره. وای چقدر زیاد. اونا شبیه دونه های برنجن. وقتشه که بریم عسل آماده شده رو برداریم. دستگاه دودسازم کجاست؟ اینا ها شش پیداش کردن. الان بهتون نشون دارم این دستگاه چی کار میکنه. زنبورا اجازه نمیدن که به کندو نزدیک بشین، اما این دود زنبورا از کندو عسل دور میکنه. اون وقت دیگه میتونی عسلاشون رو برداری. عسلمون دیگه حالا آماده است. اگه عسل چند سال هم نگه داریم خراب نمیشه و اگه توی یک جا هم نداریم عسل خراب نمیشه. عسل واسه بدنمون خیلی مفیده. توی که گلو درد دارید عسل بهتون تو کمک کنه. چه خوشمزه است. خداحافظ. خداحافظ.